ز 26 سلام، صبحتون بخیر. آقا مثل اینکه دیروز گردن من رگ به رگ شد، خیلی شدید شد داستان. چند سالی هستش که من هر چند یک بار شدیدی و رگ به رگ میشه گردنم، تو یه هفته اینا میمونه. گفتن که مثلا باید اول کمپرس یخ بذاری بعد کمپرس گرم بذاری. دیگه نمیدونم، ویکس ندارم، چون من تو ایران ویکس میزدم خیلی بهتر میشد. خلاص که داره منو میکشه، اصلا خیلی درد عجیبه، دردش زده به سرم، به صورتم، دارم میمیرم. این جوشام نمیدونم دیشب کجا اومد، یهو برای پریودم فکر کنم. قلم به دست، نزدیک 2 ساعت دارم طراحی میکنم. 1 هفته است که دارم همینجوری پشت سرم. هیچی نمیگم. آقا یه چیزی یه مدت خیلی وایرال شدش تو تیک تاک، میمونم یادتون یا نه، آب ولرم، چند قطره لیمو تازه و یه قاشق چای خوری عسل، که میگفتن خیلی سیستم ایمنی رو بهتر میکنه، متابولیسم رو بیشتر میکنه و این حرف. ولی من یه سری ریسرچ رو انجام دادم و فهمیدم بیشتر این کاری که میکنه خیلی به دستگاه گوارش کمک میکنه و بعد پوست رو شفافتر میکنه و سیستم ایمنی رو کم بهتر میکنه. خب شروع کنم بخورم صبحونم چی میشه؟ خوشمزه هست. چون معمولا صبح یه سری کار رو انجام میدم تا قبل از اینکه صبحونه بخورم، مثلا یکم ضعف میرم، عسلی که توش داره شیرینه خوبه. آقا آنباکس داریم. چه آنباکسینگی؟ آنباکسینگ میوه پاپایا. بچه پرام دیم پیشرفت رو دارم مشاهده میکنم. فرزه آقا اینو میخواییم بازش کنیم. یه چه راحت باز شد، یه چاقو زدم وسطش. آه پرام بیا. چرا خواستم امتحان کنم بیرم هستش مزهیه؟ never ever again. بذاریم خود میوه چجوریه. خیلی دوست داشتم یه مدت خام گیاهخواری کامل امتحان کنم، ولی انقدر پروتئینش کمه که اصلا گفتم اوکی بای. ولی قبلا انجام دادم، قبلا یه روز کامل خام گیاهخواری کردم و ویدیوش هم گرفتم، میذارم حتما برید ببینید، خیلی ویدیو باحالی بود. خوشمزه است، چه عجب، یه میوه جدید خوشمزه، خیلی خوشم بود، لذت بردم. خیلی شیرین نیست ولی بهتر از اون چی بود خوردم اون روز. دراگون فروت، بسیار عالی. با صبحونم بخورم نو. آره آقا همین الان من تو اینترنت یکم تحقیق کردم راجع به این پاپایا و بعد دیدم که یه میوه هست که بازم اصلا من اینا رو نمیدونستم و همینجوری پاپایا و دراگون فروت رو گرفتم. به مثل جزء میوه هستش که حالا بگیم خیلی کالریش پایینه، شکرش کمه، خیلی آنتی اکسیدانه خفنی داره و کلی ویتامینا داره و حسلاش هم میشه خورد و حسلاش منبع خیلی خوب پروتئین و چربی مفید هست. خیلی حسلاش ترخ بود، گفته بهش که حساسش رو میتونید مثلا حتی بپزید یا باش چای درست کنید یا اینکه رو سالتون بریزید. واسه همین میخوام نگهش دارم چون دوستم زباله و آشغالم رو به حداقل برسونم و تا جایی که میشه از میوه و سبزیجات استفاده کنم. اوکی، یه دونه کاملش همچین سایزی هم بود، $5 بودش. میارزه به نظرتون؟ شبونه بخیریم. آقا من باید یاد بگیرم میل پرپ هم و اینا رو همه رو باید زر زودتر انجام بدم و چون یخچال کوچیکه، یه قسمت خیلی کوچیکه از یخچال مال منه و خب باید با بقیه شیر بشه، برای همین نمیتونم غذای مثلا 2-3 روز دیگه هم درست کنم. همش مجبورم صبح بیدارشم غذا هم روز درست کنم و خب این خیلی سخته واقعا. انشالله خانوادم بیان، بریم خونه خودمون، بعد یخچال گنده مال خودم باشه. پنکه پروتئینی شکلاتی کره بودن زمینی با پاپایا، اونم قهوه بدون کافئین. نه صبح بلند شدم جورنالینگ کردم، کتابم دارم با خودم میبرم باشگاه که بین شاگردم تایم استراحتم رو صندلی ماساژ بشینم و بخونم. کتابم که دارم میخونم، میدونم که بعد به یه کتاب بچسبیم و کل این 75 روز این یه کتاب بخونیم و اگه تمام شد بریم سراغ کتاب دیگه. ولی دیدم من کار عمیق رو دیدم، پی دی افش رو چند صفحه خوندم، بعد دیدم که نقمی کتاب داره، بعد دیگه لطف کرد برام اوورد، گفتم خب بذار اینی که من پی دی افش تو یه جای خوندم بخونم بعد اون کتابی که نیوشو داده. از اون کتابی که نیوشو داده شم باز تا یه جای پیش رفتم، ولی خب چون
پی دی اف کارعمیقو بیشتر خونده بودم، گفتم دیگه بس تمامش کنم. آقا مهم نیته، مهم نیته که کتاب خوندنه و دارم انجامش میدم. هوای امروز انقدر خوبه که اصلا حرف نداره. امروز هم اون هوای نایس سر آفتاب گرفتنه که من کار دارم. امروز میگم ساعت 8 اینا من مشغول طراحی و این داستانا بودم تا نزدیک 11 دیگه صبحونم خوردم، بعد یه ذره اومدم بخورم صبحونم، دیدم شدش، بعد میل پرپ هم داشتم میکردم آماده سازی غذا. آره دیگه هر نه میرم باشگاه که شاگرد دارم به تمرین خودم، دو شاگرد دارم، بعدش هم میبرگردیم خونه که دیگه آخر هفته است. نیت ولی حقیقتا خیلی هوا خوبه، اصلا اینقدر آفتابیه قشنگ، آفتاب قشنگ داره میخوره به پوستم، داره میسوزونه ترام. بیشتر صبحونم باقی موندهش چون وقت نشد دیگه شاگرد داشتم، الان بخورم بعدش برم تمرین پا داریم. هر چقدر مهم تا الان خوب موند، با ورزش امروز اینقدر درق میکنم موه کلا خراب شد. چشم داره کورم میکنه، اسم دستگاه رو گذاشتم زایمان طبیعی، یعنی واقعا احساس شد. پا رو نگاه کن، رسما انگار دارم بعد تمرین دسر میزنم. خیلی خوبه. تا به الان خوشمزه ترین پودر پروتئینی بود که تا حالا خوردم. لینکش با کد تخفیفم تو دیسکریپشن باکس. حقیقتا امروز یکم همه چی دیرتر شد. من همیشه تا قبل از این شاگرد ساعت 6 ام بعد تمرینم خورده بودم، نهارم خورده بودم. الان ساعت 1:30 به تازه بعد تمرینم خوردم. وقتم ندارم، یه کوچولو نهارم میخورم. بقیه‌اش میره بعد شاگرد. به به اسپاگتیو. چی داریم اینجا؟ اسپاگتی گندم کامله، یعنی اسپاگتی قهوه‌ایه با سینه مرغ که تو ایرفرایر درست شده، نخود پخته و بروکلی و گلکلم، کلی ادویه و سس. خیلی خوب شده. همین الان داشتم کامنت های یوتیوب میخوندم و خیلی راجع به این قضیه پرسیدن که چرا اینقدر پروتئین میخوری، چرا اصلا باید اینقدر پروتئین بخوریم.
از کجا بفهمیم که چقدر به پروتئین بخوریم، بعد پروتئین باعث میشه پف کنی فلان، وزن اضافه کنی باعث پروتئین باعث میشه وزن کم کنی. بحث داغ امروزمون، اصلا چرا با پروتئین بخوریم؟ خیلی از کارهایی که تو بدن انجام میشه با پروتئین ها فقط عمل عضله سازی نیستش. سیستم ایمنی بدن، مود بهتر آدم، که پوستت شفاف بشه، موهات رشد کنه بیشتر، زخمات خوب بشن، بیماریات بهتر بشن، خیلی 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 کارهای زیادی پروتئین تو بدن انجام میده. میشه گفت بزرگترین درشت مولکول تو بدن هستش. کمتر کسی پیدا میشه که از پروتئین بیش از حد یه مشکلی براش پیش بیاد، چون اکثر ما به اندازه کافی پروتئین نمیخوریم. اون کاری که پروتئین میکنین اینه که باعث میشه عضلاتت حفظ بشه و وقتی که حالا مثلا پای کاهش بس داشته باشی حداقل عضلاتت رو از دست ندی، چون چیزی که به بدن تو شیپ میده و شکل میده استراکچر اصلی بدن تو بعد استخون عضلاتت هستن و اگه اون عضلات بسوزه بدن یه حالت بیشکلی میشه و نه تنها لحاظ ظاهری خیلی ناجون میشه، بلکه مفاصل ضعیف در میشن، خیلی بیجون میشی و اصلا واقعا هیچ کار دیگه، هیچ کار روزمره دیگه نمیتونی انجام بدی، یعنی انقدر بیحال میشی، سیستم ایمنی بدنت میاد پایین و اصلا خیلی خیلی اتفاقای بدتری برات میفته. بر همین عضلاتی که دارید، همین مفاصلی که دارید و بخواید حفظش کنید که بعد 40 سالگی 50 سالگی با 1000 تا زانو درد و کمر درد مواجه نشید، باید یه مقدار مشخصی پروتئین بخورید. حالا بخواید عضله سازی داشته باشید و شکل بدنتون تغییر بدید که دیگه خیلی از اون حد بعد بیشتر بخورید. چقدر پروتئین بخوریم، چقدر برای هر کسی لازمه، ادامه ویدیو بهش میپردازیم. دیدم برمیگردم خونه. داشتیم میگفتیم در مورد مقدار پروتئین هم خیلی بحثیات هستش. حالا میخواید دستی خودتون حساب کنید، میگن مثلا وزن بدنتون رو به کیلوگرم ضرب در 1.6 الی 2.4 کنید، که حالا این رنج رو چجوری باید حساب کنید با توجه به میزان فعالیت، میزانی که چقدر حرفه‌ای هستید تو ورزش و میزانی که بدنتون چقدر آمادگی داره برای اون مقدار پروتئین و این حرفا. و خب نظر من این هستش که اولین که آگاه باشید که در حال حاضر چقدر پروتئین میخورید. لازم نیست حتما عددش رو بدونید به گرم دقیقاً چقدره، ولی حدودی تو ذهنتون ببینید که با همه وعده‌های غذاییتون پروتئین دارید. این کاری که ما مثلا تو گود لایف انجام میدیم، یه دونه حالا دفترچه داریم که از افرادی که میان میپرسیم که آیا با همه وعدات پروتئین داری؟ برای اینکه خب نمیخوایم از همون روزای اول درگیر اعداد و ارقامشون کنیم و اصلا خیلی اصلا هیچ وقت مثلا لازم نیستش درگیر عدد و ارقام بشن. تا وقتی که دیگه خیلی هدفشون جدی و خیلی بخوان حرفه‌ای پیش برن که دیگه حتما باید یه چیز عددی حالا حداقل حتی حدودیش هم شده باید بدونن. تا به اون مرحله برسن لازم با عدد درگیر کنی خودتو. همین که بدونی آیا من با همه وعدام پروتئین دارم، چه مقداره، یعنی نه فقط اینکه پروتئین داشته باشم، اوکی مثلا صبحونه نون پنیر سبزی خورده، پنیر مثلا چقدر بوده، حالا یه قوطی کبریت پنیر خورده، پنیر خامه ای هم بوده، خب مثلا پروتئینی نداره، نهایت 3-4 گرم بعد پروتئین داره. میگن حداقل تو وعده صبحونه 25 گرم پروتئین باشه، 3 گرم کجا 25 گرم کجا. نمیخوام حساس بشید که اوه شت من اصلا پروتئین چیزی نمیخورم. مهمترین چیز برای تغییر، برای ایجاد تغییر چه جسمی چه روحی ذهنی هر چیزی، اینی که فرست آف آل اول از همه آگاه باشی اینکه در حال حاضر داری چی کار میکنی، تو چه مرحله هستی، چقدر داری الان پروتئین میخوری و بشناسی مواد غذایی رو بشناسی. من نمیگم کالری، من نمیگم دقیقا رقم پروتئین، ولی بدونی چیا منابع پروتئین چیا هستن و منابع پروتئین خوب حالا چیا هستن. تو میتونی پروتئین تو از مرغ و ماهی و حبوبات بگیری یا میتونی از سوسیس و کالباس و پپرونی و اینجور چیزا بگیری. پس مهم، یعنی پروتئین نیست، هر پروتئینی پروتئین نیستش. و خب ترجیح من پروتئین های لین که چربیشون کمتر باشه، کلسترولشون کمتر باشه، خونگی باشه، فست فود و این داستانا نباشه، ترجیح ما اینا هست. و یه مورد دیگه هم این هستش که پروتئین های متنوع داشته باشیم، یعنی فقط گوشت نباشه، یا فقط مرغ نباشه، یا فقط مثلا لبنیات نباشه. نه تنها مقدارش مهمه، بلکه تنفسش هم مهمه. به عنوان کسی که مثلا خیلی مبتدیه و پروتئینش هم تا الان کم بوده، ما نمیام یهو به تاثیرش بگیم اوکی این مقدار باید پروتئین بخوری، پروتئین متنوع هم باید داشته باشی. اول اصلا میبینیم تو چه مرحله هستیم، الان چقدر داریم میخوریم، یواش یواش پروتئینمون بیشتر میکنیم. چون اصلا برای کسی که پروتئین خیلی کم میخورن این مورد هم خیلی مهمه که یواش یواش مقدار پروتئینشون رو زیاد کنن، چون توی سری افراد وقتی یهو پروتئین رو زیاد میکنی امکان داره که به کلیهاشون آسیب برسه. برای همین این مورد هم مهمه که یواش یواش مقدارش رو بیشتر کنید. مثلا من خیلی از شاگردام
وقتی مثلا میام حالا حدودی حساب میکنم چقدر پروتئین میخورن، میبینم دارن روزانه 30-40 گرم بیشتر نمیخورن. بعد اون 30-40 گرم رو یواش یواش توی یه هفته به 70-80 میرسونیم و دیگه نهایت توی 3-4 هفته به 120-130 گرم میرسونیم که یه مقدار خیلی خوبی هستش واقعا. حالا راهی زدی هستش که چجوری این پروتئین رو توی روزمون جا بدیم، چجوری جدا جداش کنیم. مهم هستش که توی وعده بخوریم کل پروتئین یا اینکه پخشش کنیم در طی روز. اینا سوالاتی هستش که خب خیلی درگیرش میشن که دیگه میگم این خیلی ویدیو طولانی بشه دیگه بخوام خیلی وارد جزئیات بشم، ولی اگه میخواید بدونید باز بهم تو کامنت ها بگید که من قاطی این ولاگای 75 روز سخت براتون توضیح بدم. فعلا تا اینجا داشته باشیم که آگاه باشید، سعی کنید یکم اطلاعاتتون از تغذیه ببرید بالا، ببینید حدودی در طی روز دارید چقدر پروتئین میخورید و آیا پروتئین با همه وعده‌هاتون دارید، نه تنها وعده‌ها بلکه میان وعده‌ها. ببینید با میان وعده‌هاتون هم دارید، من حداقل با هر میان وعده یا میان وعده من حداقل 25 گرم پروتئین دارم. حالا وعده‌های اصلیم که بالای 35 گرم پروتئین دارن، من حدوداً 200 گرم روزانه پروتئین میخورم، اون 200 گرم و یه جوری پخش کنم در طی روز. کسایی که دیگه خیلی میخوان بیشتر بدونن که اصلا چرا اینقدر پروتئین مهمه، واقعا سرچ کنید و یکم بخونید. یعنی منم قطعا ویدیو میگیرم، توضیح میدم چیزی که بلدم، حالا اطلاعاتی که جمع‌آوری کردم، تجربه بقیه، چیزی که بقیه پرسیدم، چیزی که یاد گرفتم توی مدت. ولی خب کسایی که دوست دارن خیلی خیلی دیگه بیشتر بدونن، چون اون مقدار اطلاعاتی که وجود داره خب قطعا توی یه ویدیو دو ویدیو جا نمیشه. ولی وقتی یه چیزی کنجکاوتون میکنید بخونید. گوگل، حالا حتی گوگل هم یه سری اطلاعات غلط داشته باشه، ولی خیلی سایت های درست و معتبر هم پیدا میشه. پیج های اینستای خوب فالو کنید و اطلاعاتتون رو ببرید بالا. من تو اینستام فالوینگ هم میتونید چک کنید. من کسی که فالو کردم خیلی پیج های خوبی دارم، چه پیج فارسی چه پیج انگلیسی، پیج های خیلی خفن و معتبری من فالو میکنم. من همچنان حتی هنوزم که هنوز روزانه این مطالب رو میخونم، اینقدر اطلاعات زیاده، اینقدر روز به روز چیزای جدید، مقالات جدید، تحقیقات جدید میاد که اصلا تو در مورد هر موضوعی باید به روز باشی، باید به اطلاعات جدید باز باشی، اوپن باشی. برای همین نه تنها یه فرد عادی بلکه مربی ها هم همهش باید در حال تغییر کردن باشن. و نه تنها مربی ها میگم، بلکه هر کسی تو هر هیته ای تو هر فیلدی باید سعی کنه که اطلاعات خودش رو بروز نگه داره و به اون باورهای قدیمی، اون چیزی که قبلا گفته شده نشسته، به اونا بگه نه فقط اونا درسته. همین دیگه، شاممون داشته باشیم، همون چیزی هستش که نهار داشتم دقیقا همونه. مثلا برای مثال اگه بخوام الان بگم تو این ظرف من چقدر پروتئینه، اول حدس بزنید تو کامنت ها، استاپ کن حدس بزن چقدر پروتئین داره. 50 گرم پروتئین داره، میشه گفت به اندازه پروتئین کل روز اکثر افراد متاسفانه. دوست عزیز پروتئین تو بیشتر کن لطفاً لطفاً لطفاً. میان بعد شبانه پروتئین بار با طعم بادام زمینی و کارامل و چای زعفرون. حالا چرا چای زعفرون؟ خانم‌ها بهتر میدونن. مهمون داریم، پیشی اومدی. سلام خوشگلم، بسه تو ادیت کردم.